به نام خداوند بخشنده مهربان. سات، قسم به قرآن که پر از پند و اندرز است، کافران دچار سرکشی و مخالفت هستند. چقدر نسل ها را قبل از آنها هلاک کردیم. آنها فریاد می زدند ولی گریزگاهی نبود. در تعجبند که هشدار دهنده‌ای از خودشان برایشان آمده. افراد بی ایمان گفتند این جادوگر دروغگویی است. آیا تمام خدایان را به یک خدا تبدیل کرده؟ این چیز عجیبی است. بزرگان آنها راه افتادند و گفتند بروید و بر پرستش معبودان خود ایستادگی کنید. این چیزی است که از شما خواسته شده. ما چنین حرفی در آیین قبل هم نشنیده ایم. این فقط حرف دروغی است. آیا قرآن از بین ما به او نازل شده؟ بلکه آنها از قرآن من در شک هستند. این به خاطر این است که هنوز عذاب را نچشیدند. یا خزانه های رحمت خداوند توانای بخشنده تو در اختیار آنهاست؟ یا مگر فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست مال ایشان است؟ پس باید با وسائلی که در اختیار دارند بالا بروند. آنها لشکری از دستجات هستند که در آنجا شکست می‌خورند. قوم نوح و عاد و فرعون صاحب اهرام هم قبل از آنها منکر شدند و قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب، یعنی قوم ایکه، همه آن دسته ها هم منکر شدند. همه آنها منکر پیغمبران شدند و در نتیجه مستحق عذاب شدند. آنها جز صدایی مرگبار و بی بازگشت را انتظار ندارند. گفتند خداوندا سهم ما را قبل از روز حساب به ما بده. درباره حرفهایی که میزنند صبر داشته باش و بنده ما داوود قدرتمند را به خاطر داشته باش. او توبه کننده بود. ما کوه‌ها را در اختیار او گذاشتیم که شب و صبح با او خدا را تسبیح می گفتند و پرندگان جمع می شدند. همه پیش او برمی گشتند و حکومتش را محکم ساختیم و به او حکمت و سخن قاطع دادیم. آیا خبر کسانی که با هم اختلاف داشتند آن موقعی که از دیوار محراب بالا رفتند به تو رسید؟ وقتی بر داوود وارد شدند و داوود از آنها ترسید، گفتند نترس، ما دو نفر هستیم که با هم اختلاف داریم. یکی از ما به دیگری ظلم کرده، بین ما به حق حکم کن و حق را در نظر داشته باش و ما را به راه راست هدایت کن. این برادر من است و 99 میش دارد و من فقط
یک میش دارم. به من میگوید سرپرستی آن یکی را هم به من بده و در گفتگو به من زور گفته. داوود گفت او به خاطر اینکه خواسته میش تو را به میشهایش اضافه کند به تو ظلم کرده. عده زیادی از شریکان به شریک خود ظلم می کنند. غیر از مؤمنانی که درست کار هستند و عده این افراد هم کم است. داوود فکر کرد که امتحانش کرده ایم، لذا از خداوندش طلب آمرزش کرد و به خاک افتاد و توبه کرد. پس گناهش را بخشیدیم و به خود نزدیکش ساختیم و عاقبت به خیر شد. گفتیم ای داوود، ما تو را در زمین نماینده ساختیم، پس بین مردم به حق حکم کن و از دلخواه خود پیروی نکن، چون این کار تو را از راه خدا منحرف می کند. کسانی که از راه خدا منحرف شوند، چون روز حساب را فراموش کردند، عذاب سختی دارند. ما آسمان و زمین و چیزهایی را که بین آنهاست بیهوده نیافریدیم. این گمان افراد بی ایمان است. وای بر افراد بی ایمان از آتش جهنم. آیا ما افرادی را که ایمان آورده و کار درست کرده اند مثل کسانی که در زمین خرابکاری می کنند قرار می دهیم؟ یا پرهیزکاران را مثل بدکاران؟ قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را به تو نازل کرده ایم تا در آیاتش بیندیشند و خردمندان توجه پیدا کنند. ما سلیمان را به داوود دادیم، چه بنده خوبی بود، او توبه کننده بود. وقتی طرف غروب از پای اسیر به او عرضه شد، گفت من اسب‌ها را بر ذکر خداوندم ترجیح دادم تا اینکه آنها پشت مانعی از دیده پنهان شدند. گفت آنها را پیش من برگردانید و شروع کرد به دست کشیدن به پاها و گردن آنها. ما سلیمان را امتحان کردیم و جسدی را روی تخت او انداختیم و او توبه کرد. گفت خداوندا مرا بیامرز و حکومتی به من بده که بعد از من هیچ کس سزاوار آن نباشد، چون تو عطا کننده‌ای.